سال داغ داغ ها. تو این ویدیو قصد دارم ببرمتون جایی که تا حالا سر نزدم، زیر پوست این شهر پر از اتفاقات و حادثه‌ای وجود داره که اصلا نمیتونید حد بزنید چه مناطقی وجود داره. حالا نه تنها مناطق محروم که تو شهرهای دیگه هست، مناطق کاملا فقیرنشینی که تو حومه تهران وجود داره و حتی خود تهران. با هم میریم داخلش رو ببینیم، ببینیم چه خبره و به چه صورت هستش. با من همراه باشید. بیا جلو خونه بگو پدرش کیه. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. الان اومدیم میدون شوش. میدونید که اینجا یکی از دهها محله یه جوره میشه گفت زیر خط فقر تهرانه. الان توی محله میخوام چه بهتون نشون بدم جالب. الان میخوام پلیس سر زده این قسمت رو، معتادینش رو یا کسایی که جنت دزدی میارن جمع‌آوری میکنه. از این وقت که اینا رو بلند میکنه اونا میرن یه گوشه دیگه میشینن و این چرخه همینجوری ادامه داره. حالا خودتون بهتر میتونید تو تصاویر ببینید با این حال که باشون رسیدگی میشن. رو بکنم به یکی اتبا گیر دادن که کارتوناتویش رو بگیرم. ولی کلن یه چیز عجیب غریبیه. الان داریم میرسیم سمت خود میدونش. توی ویدیو همه جا میرم، حتی حاشیه‌های تهران هم میرم، چیزایی بهتون نشون میدم که کمتر کسی تا به حال بهتون نشون داده و سعیم بر اینه که همه جنبه‌های شهر رو بهتون نشون. همونجوری که ما 3-4 منطقه داریم که واقعا مرفه نشینه، چندین ده محله‌ای داریم که واقعا یا فقیرن یا زیر خط فقرن یا واقعا به زور میتونن معیشت کنن. الان دقیقاً خود میدونه شوش هستیم. بریم نقاط دیگر رو بهتون نشون بدم ببینید دقیقا چه خبره. حالا واقعا زیر این پوست شهر میبینید که چه خبرها که نیست. ببینید عزیزانی که حالا به هر دلیلی گرفتار اعتیادن خیلی راحت مواد میکشن. میشه واقعا احساس کرد که این عزیزان به خاطر اینکه الان گرفتار اعتیادن حالا هر کاری ممکنه دستشون بر بیاد و هر جا بدون هیچ ترسی حالا هم موادشون رو مصرف میکنن هم چیز دیگه. واقعا جای تأسف داره. من نمیدونم چی بگم. همه اینا زیر پوست همین شهر هر روز هزاران هزار اتفاق میفته و یکی دو تا هم نیست. حالا من وارد خود محله میشم بهتون نشون میدم. حالا ببین این کودکان کاری که شما میبینید، حالا این خانومی که با بچهش در حال جمع کردن آشغال. من حالا جلوتر نمیرم که قیافه هاشون زیاد مشخص بشه، ولی هزاران هزار از این اتفاقا هر روز ما شاهدشیم و هست بشن تو این جامعه ما اتفاق میفته. ما هم بریم داخل محله رو یه نگاه بندازیم بعدش بریم یه جای دیگه. آوردمتون تو کوچه‌های همین شوشین پشت کوچه پس کوچه همین اشغال. اصلا میدونید اینجا زندگی کردن تو کل چیزی که شما تصورتونه تو کل تهران و ایران یه جور دیگه، اصلا محله‌ها یه شکل دیگه، یه بوی دیگه میده. من نمیگم بده، ولی واقعیت جامعه ما همیشه اون سه تا منطقه شمال ما نیست. میدونید همه چیز کنار هم معنی پیدا میکنه. الان تو این کوچه رو نگاه کنید، با هم یه نگاه بندازید ببینید شما چه حسی میگیرید. کوچه های باریک، خونه هایی که همه یعنی قشنگ میتونید بفهمید دلال مواد اینجا هست. واقعا خطری. حالا من اومدم داخلش گفتم ببینید که به چه صورته. همه در خونه ها باز، بافت خونه هم که مشخص. حالا خیلی جا قراره با هم بریم، کنار من باشید میبرمتون محله هایی که زیر این پوست این شهر خط فقر رو یکی یکی رد میکنن. واقعا چه کسایی میتونن تو این خونه ها زندگی کنن؟ همین خونه هم الان زیر یه تومن بکنیم میلیون اجارهشون نیست. کوچه رو نها کن. خب من وقتی که از کوچه‌های خاکی و خونه‌های غیر مجاز و چیزی که خودشون ساختن نگاه کنید دیگه، همینجوری برای خودشون ساختن، اکثر اینا قولنامه‌ای هم نیستن، همین
اگه تو این زمین اومدن و ساخت و ساز کردن و رفتن بالا. کوچه هم که دیگه خودتون دارید میبینید دیگه، همینجور بین زمین خالی آجرا بدون هیچ چیزی نبشی با یک کوچکترین زلزله اینجا میشه فاجعه. حالا جدا از اینکه این بدبخت ها الان توی چی بگم اصلا نمیتونم حرف بزنم، بچه ها همجور تو خیابون پا برهنه تو این گرما، الان آسفالت داغ داغ ها، چی میشه گفت؟ اینجا ها وجود داره که من میام همیشه براتون صحبت میکنم. بغل بیابون خاکی، موکتاشون فرشاشون هم شستن انداختن روی دیوار، پر از این کارگاه و کارخونه هاست که اینجا کنار این چیزا میگه اکثرا قشر کارگر هست، یعنی جز کارگر هیچ قشری تقریبا میشه گفت اینجا نه، جز اونهایی که کارگاهاشون آوردن این اطراف تهران اینجا ها قرار دادن. ببینید اینا همه سولای کارگاهیه، این هم وضعیت خونهاییه که ساختن. مگه میشه تو اینا زندگی کرد؟ حالا هر کدوم از اینا 1 میلیون 2 میلیون اجاره شه. یه بوی بد من تعفنیم از این جوب میزنه لجنه. الان آوردم اتون یه قسمت از فرونآباد اول، جز اولین روستاهایی الان از تو بشیدیم، یعنی شهر دیگه الان مثلا اینجا یه شهر. واقعا زندگی کردن تو این جور جاها خیلی سخت، اصلا سختی غیر ممکنه واسه خیلی ها تصورش هم. جاده کلا خاکی، آسفالت هم داره ها، ولی خاکی آسفالت دیگه، خودتون بهتر میتونید ببینید به چه صورته. میبرم مثلا الان خود شهرشه، یعنی که به چه صورته. حالا تو الان روزه، شب شما تصور کنید اینجا یه دونه چراغ هم نیست، یعنی کاملا تاریک. اینا بچه مدرسه ایان که دارن اینجا تعطیل شدن اومدن بیرون، کیفاشون من میتونم الان سر زور حدس بزنم که ببینید دیگه اوضاع به چه صورته. جلوتر هم که اینا همه گاراژ هم که نمیشه گفت، خرابهاییه که حالا توش قبرستون ماشین لاستیک و هزاران اتفاقی که ریز و دروش اینجا میفته براتون گفتم دیگه، یعنی اصلا یه چیزهای اینجا رقم میخوره که حتی حمله سگا به آدم ها اینجا هست دیگه. ببین شبیه بیابونه، هیچ فرقی با بیابون نداره. زندگی کردن اینجا خیلی زیاد دارم که اینجایی که دو آشغال ماشغال ها رو جمع میکنه. ببینید اینجا ته بدبختی ها، زیادم نمیتونستم وایستم اونجا، چون زیادم نمیتونستم وایستم اونجا، همینجوری شک برانگیز بود. یه چیزی بهتون بگم در مورد این پیدایش اینجور شهرها یا شهرستانها یا روستا، اینا از قدیم روستا بودن. حالا دقیقا روبروی کاروانسرایی که رب میگرد به دوره عباسی، یعنی قدمت این روستا رو میشه اینجوری فهمید. کوچه ها رو نگاه کنید، اصلا سبک زندگی اینجا یه جورایی عجیب غریبه. حالا من چجوری با اینجا آشنا شدم در ادامه حتما بهتون میگم. بنا به اتفاقی من 3-4 ماه از دوران راهنمای دبیرستانم و توی مامانزاییم پارکتش گذروندم. حالا یه خاطراتی دارم از اینجا یه عجیب غریب براتون حتما میگم. میبرم که میبینید کوچه ها رو عجیب غریب، نمیدونم واقعا چی بگم. هرچی که میرم داخل بافته مسکونیش و قدیمی ترش چیزای عجیب غریب بیشتر میبینم. الان بذار ببرمتون یه جایی نشونتون بدم. بله اومدیم داخل خود پارکتش و مامانزن قسمت منطقه قوهه. میدونید اینجاها همیشه گفت یه جورایی نسبت به اون محله هایی که الان دیدیم یه ذره
پیشرفته رو، ولی اکثرا قشر کارگرن. حالا چرا من گفتم خط فقر و زیر خط فقر؟ نگاه کن الان حقوق کارگر 8 میلیونه دیگه، بالاترین حالتش که واقعا این ناحیه یا اینجا که همش پر از کارگاه و کارخونه، اکثرا قشر کارگر، یعنی شاید 99% قشر کارگرن. جمعیت ها همه بالا شده که همیشه به این فکر میکنن که خب بچه بیشتر زودتر میشه کمک خرج خانواده، در حالی که اصلا دیده من اینجوری نیست. الان خودتون میتونید ببینید دیگه، با این خرجایی که هست شما هیچ امکاناتی به اون بچه نمیده، اصلا معلوم نیست میتونه سالم از این محیط بیاد بیرون. چون واقعا دیدید دیگه، یکی از عاملایی که باعث میشه که خیلی رو بیارم به اعتیاد همین فقر مطلقه. واقعا همه چیز دست به دست هم میده. الان نگاه کنید داره سبزی تازه میفروشه، اکثرا هم سر همین زمین های اطراف اینجاست که خودشون سبزیشو میگیرن. داره بینید داخل کوچه ها نگاه کنید، دیدید خیلی جمعیت بافتش زیاده. حالا من دقیقا سر ظهر دارم ویدیو میگیرم، تو چند روز متوالی واقعا تو این تایم میرسیدم براتون ویدیو تهیه کنم. یه چیزی که میتونید اینجا ببینید، واقعا این وانتی نمیداره من صحبت کنم. حالا نظر خودتون رو بگید، واقعا یه چیز شخصیه، یعنی من نمیتونم دقیق بگم که یا بتونم قضاوت کنم. من هیچ وقت سعی نکردم تو ویدیو کسایی یا جایی رو قضاوت کنم، ولی واقعا این حس همدردی با این عزیزان میتونستم احساس کنم. میدونید واقعا واسه اولین بار بود تو این ویدیو چند نقطه‌ای که رفته بودم بغضم گرفت از این همه. تازه ما یه قسمتایی داریم از تو شهر که حالا من نتونستم پیداشون کنم، زاغه نشینن، یعنی دیگه حتی این خونه آجوری داغونم ندارن. همین داخل این کوچه ببینیم چه خبره. داشتم بهتون میگفتم من یه زمانی الان بنا به اتفاقی مجبور شدم بیام، یعنی خانواده مجبور شدن یه چهارمایی بیام پاکدشت. تو اون چهارمای اون سال یکی از بچه های مدرسه ما هرده، با این حال که من اون موقع واسه اولین بار کلا تو زندگیم چهار ماه غیر انتفاعی درس خوندم، اونم اون موقع بود. تو غیر انتفاعی که درس خوندم، هم کلاسی من یه شخصی به اسم بیجه، حالا اون موقع معروف بود، یه کسی بود که پسر بچه ها رو حالا بین سن 11 تا 15 16 رو میدزدید، بعد تجاوز میکرد و بعدش هم میکشتش و تو بیابون ول میکرد. تقریبا یه 18 مورد یه اتفاق افتاده بود. حالا از بچه های ایرانی ها اطباع فرق نمیکنه، تعداد زیادی اینجوری اتفاق افتاده بود. خیلی چیزای مختلف اینجا بود. حالا خسرم گرفتن، ولی چه فایده؟ همه اینا به نظرتون اشد گرفته از چیه؟ از به نظرم اول از فقر میاد، از فقر فرهنگی میاد. حالا صدای مرغ و خروس قشنگ شما اینجا میتونید بشنوید. هر نقطه‌ای که اینجا میدیم یه شکل و رنگ و بوی داره دیگه. این بوی چوبای اینجا واقعا خفه کننده است. اگر این نقطه دیگر هم بهتون نشون بدم، بچه ها رو نمیخونم دارن تیله بازی میکنن تو کوچه ها، یادش بخیر. بیا جلو خونه، بیا جلو خونه، بگو پدرش کیه. این مشکلاتیه که اینجا توی محله ها هست. حالا بچه با بچه دعوا شده، پدر مادر میگه پدر داره، اینقدر تعدادشون زیاده که اصلا نمیدونم چی بگم. واقعا آدم مشکلات اینا رو میبینه نسبت به مشکلاتی که خودش زندگی داره میگه اصلا هیچی به هیچ. سال تیله الان نگاه کنید دقیقا روبره اون این کورهای آجرپزیه، این برجکاشو میبینید دیگه، زیر اونجا همه جایی که آجر به قول خودمون میپزن و پره.
آره چند تاشو خواستم برم داخلشون واقعا نذاشتن، یک محی... اصلا یه چیز عجیب غریبی اصلا نمیتونم تصورشو بهتون بگم چه شکلیه. با هم بریم جای دیگر هم ببینیم چه خبر. اصلا چ... چیزایی من اینجا دیدم که تو زندگیم ندیدم. بله اومدیم یکی از شهرهای اطراف یه صورت خطی بخوایم در نظر بگیریم، جاده خاوران که میره سمت مشهد و بیان چندین روستا بوده که الان تقریبا شده به اسم شهر میشناسن. حالا ببینیم داخلشون الان یکی از اونایی ببینیم چه خبره توش، مثلا به اسم فرون آباد، خاتون آباد، بعد پاک داشت اون مامان زن، همه اینا رو با هم سر میزنیم. یه چیزی بهتون بگم، اکثر قشر جامعه که اینجا هستن از اتباع هستن بیشتریاشون، به خاطر اینکه اینجا خب هزینه های زندگی نسبتاً ارزون‌تره و یه جورایی راحت‌تر میتونن اطراف تهران زندگی کنن و همین خاطر. بعد از نظر امکانات هم واقعا با این حال که این همه سال گذشته هیچی نیست اینجا، عملا جز ابتدایی زندگی. حالا میریم الان مثلا بهترین نقطه یه این شهری، مثلا من الان اومدم بتونی چیز نشون بدم، همین تو خود جاده خاوران یه قسمت داره واسه امور اطفا، ببینید چی جوری بهشون رسیدگی میکنن، تو ظل آفتاب نگرشون داشتن. یه وضعیتی الان مردم پیاده رو ندارن تو عملا دیگه، همه تو خیابون راه میرن و این صورت. بریم اونجا بهتون نشون بدم. الان ما توی جاده خاورانیم، همونطور که بهتون گفتم اینجا یکی از جاییه که اکثر حاشیه نشینی تهران رخ داده و اطفای افغانستانی عزیز که حالا به هر دلیل داخل ایران هستن، اینجا یکی از مراکز چه گفت کنترل و حالا میفرستنشون به جای مختلف و اینجور چیزاست. حالا من تو حیاتش خیلی جلوتر نمیرم، میتونید ببینید دیگه کلی آدم وایستاده اونجا. الان معلومه دیگه اینجا مرکز اتباع خارجی ایرانی. میبینید دیگه یا همه اینا رو میشه گفت خواهید دید. واقعا زیر این پوست این شهر همه چیز هست.